سلام به همه شما عزیزان، امیدواریم هر جای این کره خاکی که هستین حالتون خوب باشه. چه کسایی میتونن هندوانه بخورن در هر فصلی و هیچ مشکلی براشون به وجود نیاد؟ افرادی که اذیت میشن و معده هاشون سرده چطوری هندوانه رو استفاده کنن تا بازم براشون مشکلی پیش نیاد؟ هندوانه برای چه افرادی مناسبه و آیا دیابتی ها هم میتونن هندوانه مصرف کنن؟ و کلی اطلاعات مفید که در این ویدیو در اختیارتون گذاشتیم. هندونه درسته یه میوه تابستانه هست و وقتی که هندونه رو در شب یلدا استفاده میکنیم که جزو یکی از اون میوه های ثابت سفره های شب یلدا هست، خصوصا با انار که دیگه اگه نباشه انگار که دیگه سفره یلدایی نیستش. اما هندونه یاد گرمای تابستون آدمو میندازه، چون آب فراوانی داره، ویتامین سی فراوان، اون آب بدن رو تامین میکنه، بدن هیدراته میکنه، حرارت کبد رو متعادل میکنه. کسانی که مزاجهای خیلی گرمی دارن و همیشه احساس آتش میکنن و با خوردن هندونه حالشون بهتر میشه، این عزیزان در هر فصلی میتونن مصرف کنن. ممکنه حتی این گرمایی که در تابستون دارن با خودشون داشته باشن و در فصل زمستان هم همون حرارت کبدشون بالا باشه. با خوردن هندونه حال احوالشون بهتر میشه و اوضاعشون ردیف‌تر میشه. اما بعضیا هستن که مزاجهای سردی دارن که اکثرا این شکلیه. ممکنه که مزاج بیسشون سرد نباشه اما سردی موضعی دارن، معده ها سرد و بعد از خوردن هندونه بدن سست و کرخت میشه، اما از طرفی خیلی تمایل به خوردن هندونه دارن. خصوصا ما ایرانی ها اینجوریه، کبد های گرم، معده های سرد. کبد خنکی دوست داره، منظورم از لحاظ تب و مزاج هست، و معده گرمی دوست داره. اینجا باید یک تعادلی بدیم. خوردن هندونه خیلی خوبه اما وقتی که معده اذیت میشه چون یک گوارش رو به زحمت میندازه، اگه اینجوری مصرف کنیم مشکلی پیش نمیاد. موقع خوردن هندونه میتونیم چند تا کار انجام بدیم. اولی که وقتی هندونه میخوریم قسمت سفید هندونه رو باش مصرف کنیم. این مخصوص اون عزیزانی که دوست دارن حتما و حتما شب یلدا هندونه بخورن. اگه یه تیک از اون قسمت سفید هندونه مصرف بشه اون حالت سنگینی رو نداره. خوردن هندونه با نمک طبیعی هم همین حالت رو داره. خیلی عزیزان هستن که با خوردن این میوه دست و پاشون سرد میشه. ما کسی رو میشناسیم که پاهاشون درد میکنه، زانو درد میشن، و ایشون میگن وقتی که من هندونه رو با نمک طبیعی مصرف میکنم دیگه این مشکل رو ندارم، با خیلی راحت میتونم هندونه بخورم، میتونم روی میوهشون بپاشن. یا اینکه قبل و بعد از خوردن این میوه یه پر نمک طبیعی بچشن تا متعادل بشه و اذیت نشن. هندونه سرشار از پتاسیمه. پس عزیزانی که چربی خون دارن، کسانی که فشار خون دارن با خیال راحت هندونه رو مصرف کنن. اما عزیزان دیابتی خیلی مجاز نیستن در مصرف هندونه زیاد روی داشته باشن، در حد تعادل. اگه با هر روشی که دارن قندشون کنترل شده مقدار کمی میتونن بخورن، اما افراط در خوردنش نداشته باشن. اما شب یلدا رو حتما با نمک طبیعی نوشجان کنید. هندوانه رو عزیزانی که بیماری های سردی دارن مثل آرتروز، روماتیسم، درد مفصلی دارن، معده هاشون سرده، عزیزانی که سنشون بالای 50 سال هست، چون به هر حال از یک سنی یه خورده بدن سردتر میشه، رعایت کنیم و در فصلی که سرد هست، خصوصا وقتی که شب سرد هستش، نباید استفاده بشه. هندونه طبعش سرد و تره، مناسب فصل زمستان نیست، چون زمستان هم فصلش سرد و تره و بیماری هایی که منشأ سردی دارن و غلبه میده. اما در شب یلدا میتونیم با استفاده از مصلحاتش، با استفاده از نمک طبیعی و خرما مصرف کنیم. خب خیلی ها هستن که عاشق تخم ژاپنی هستن. تخم ژاپنی واقعا مال ژاپنه، این اشتباه رو اکثرا دارن، در حالی که تخم ژاپنی هستش و اصلا تخم ژاپنی این اصطلاح تو مردم جا افتاده. روستای اطراف تهران که مردم اونجا کارشون هندونه کاشتن هست و تخمه های هندونه شون رو صادر میکنن. خیلی وقتا هندونه هاشون رایگان میدن مردم مصرف کنن، ولی اون تخمای هندونه رو بهشون برگردونن. قیمت خوبی داره و خواص بیشماری هم داره که چند تاشو میخوام اینجا بهتون بگم.
تخم هندوانه سرشار از منیزیم و روی هست. اگه درست آماده بشه و با نمک‌های طبیعی تفت داده بشه خیلی اثرات موثری داره. ممکنه تخم‌هایی که با نمک‌های غیر طبیعی آماده میشن آسیب‌هایی به دندون ما وارد کنن. این تخمه پتاسیم بالایی هم داره، حتی افراد فشارخونی هم با خیال راحت میتونن مصرف کنن. مقادیر بالای اسید فولیک در تخم ژاپنی خیلی قابل تعامل هست. با خوردن میزان مقداری از این تخم ژاپنی میتونیم کمبودهای بدنمون رو جبران کنیم. زمینی که حاوی الکترولایت های مختلفی هم هست، یعنی مواد و معدنی خیلی مختلفی داره که میتونه نیازهای بدنمون رو برآورده کنه. یلدای خوبی داشته باشید و همیشه سلامت باشید.